سلام حالتون چطوره اون که حالتون خوب باشه و مثل همیشه ممنونم که کانال یوتیوب شری رو دنبال میکنین ساپورت میکنین سابسکرایب میکنین و حتما حتما هم یادتون باشه که زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو بزنید که از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنید اما ویدیوی امروزمون بنا به درخواست خیلی از شماها در مورد تهیه برنامه ورزشی هست چطوری بتونیم که برنامه ورزشی خوب داشته باشیم اگه من بخوام در مورد برنامه ورزشی خوب تمام اطلاعات رو بهتون بدم در حد یه ویدیوی 10 15 دقیقه ای نیست در حد چند تا کتابه اما با اطلاعات کلی که تو این ویدیو بهتون میدم به راحتی میتونید برای خودتون یه برنامه ورزشی خوب رو تهیه کنید و مطمئن باشین که تقریبا توی اون جایی هستین که به هدفتون نزدیکتون کنه چون الان به خاطر شرایطی که هست خیلی از ما نمیتونیم باشگاه بریم توی خونه میخوایم ورزش کنیم یا اینکه این که ای امکان رو نداریم که به خاطر مشغله زیاد بعدها باشگاه بریم یا مربی داشته باشیم مربی خوب اما حداقل میتونین اون حرکت های پایی رو که دارین درست انجام میدید رو درست انجام بدین و مطمئن باشه همه اون حرکتایی که لازم هست بدونید رو توی برنامه ورزشیتون گنجوندید برنامه ورزشی و همه حرکت های ورزشی برگرفته از تمام کارهای هستش که ما روزمره انجام میدیم مثلا میگم روزمره ما میشیم، پا میشیم راه میریم اشیا رو حمل میکنیم خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم بنابراین پنج تا حرکت اصلی هست که اتفاقا تو یه ویدیوی دیگه به عنوان پنج حرکت اصلی بدنسازی در موردشون توضیح دادم و توضیح دادم که چطور هم انجام بدیم بر اساس اون پنج تا حرکت اصلی که بهش بندن لیفت سینگل لگ پوش پول و روتیشن میگن بندن لیفت یعنی مثلا دولا میشیم و چیزی رو بلند میکنیم خم میشیم و چیزی رو بلند میکنیم سینگل لگ تمام حرکت های تکپا هستش پوش تمام حرکت که ما باید یه چیزی رو پل بدیم به سمت جلو نیروی فشاری پول یه چیزی رو به سمت خودمون بکشیم و روتیشن حرکت های چرخشی هست مثلا میچرخیم برمیگردیم کسی رو نگاه میکنیم و تمام این پنج تا حرکتی که بهتون گفتم پنج حرکت اصلی پنج حرکت اصلی هم هستن که حرکت های ورزشی اومدن از روش درست شدم بنابراین حرکت برنامه ورزشی کامل باید همه این حرکت ها رو توش داشته باشه که به یک به یک میان براتون توضیح میدم حالا اول توضیح میدم پنجتا تا حرکت رو و این که اگر مثلا بر اساس اینکه چند بار چند روز در هفته ورزش میکنین چطور این رو توی برنامه ورزشیتون بیاریم بعد میام آخرش در مورد اینکه هدف ورزشیتون چی هستش مثلا میخواین لاغر بشین چربی بدن کم کنین ازول سازی کنین یا میخواین حجم بگیرین به اساس اون میگم که چطور برنامهتون رو مثلا هر حرکت رو چند ست بریم و چه تک چند بار تکرار بکنین بر اساس همین پنج تا حرکت اصلی است که هم میان برای یه فرد معمولی که ورزش میکنه برای اینکه سالم تر باشه، زیباتر باشه یا برای یه ورزشکار حرفه که میخواد توی حالا حرفه خودش بهترین اجرا و پرفورمنس رو داشته باشه برنامه یه ورزشی می نویسن. بر اساس همین پنج حرکتی که بهتون گفتم. پنج حرکت رو اول دونه به دونه براتون توضیح میدم. بند اند لیفت. تو روزمره ما میشینیم، پا میشیم، دولا میشیم یه جسمی رو از روی زمین ورمیداریم. تمام این حرکات بند لیفت هستن. حالا اجرای این حرکت ها باعث میشه توی روزمره و ما همین حرکت هایی رو که انجام میدیم با پاسچر درست با فرم درست انجام بدیم و خدایی نکرده آسیب نبینیم و قوی تر و قوی تر میشیم وقتی که روزمرمون کیفیتش با کارهای روزمرمون کیفیتش بهتر شد حالا ما یه قدم بالاتر میریم و روز به روز قوی تر میشیم و کم کم نزدیک میشیم به اون ورزشکار حرفه‌ای یا حتی یه فرد معمولی که از نظر سطح سلامتی و بدنی توی رتبه بالاتری نسبت به یک فرد معمولی هستش خب بندن لیفت خیلی از ماها حتی وقتی میخوایم دلار بشیم کیفمون رو از روی زمین برداریم میخوایم بچه بچهمون رو بغل کنیم با فرم نادرست این کار رو انجام میدیم یعنی به جای اینکه من موقع پایین رفتن و بالا اومدن از عضلات پا باستن و عضلات کور و هسته مرکزی استفاده کنم تمام فشار رو میندازم روی پشت و کمرم به خاطر اینکه به حالت کرده پایین میرم و اینطوریه که یهو آسیب میبینیم و علاوه بر اینکه حالا اگر آسیب نبینیم روز به روز فرم بدنمون رو نادرستر ناسالمتر و نازیباتر میکنیم خب بنابراین حرکت های بندن لیفت میاد مستقیما روی عضلات پا و باسن پایین تنه شما کار میکنه ضمن اینکه این پنج حرکت اصلی همشون زمانی درست انجام میشم که کور در واقع اون بند میانی بدن شما که قبلا هم توضیح دادم باز دوید توی یه ویدیویی که کور هسته مرکزی یک مثل یک باکس هستش که عضلات شکم جلو کناری بعد عضلات کناری پشت و پایین و بالا داره که در واقع مثل یه باکس هست توی تمام این پنج حرکت اصلی عضلات کور کاملا اینگیج هستن به کار گرفته میشن و کنترل خیلی خوبی روشون هست پس بنابراین این حرکت های بندن لیفت. بعد میریم سراغ حرکت سینگل لگ راه میریم در واقع راه رفتن ما زمانی که وزن رو داریم شیفت میکنیم پا, پا از پای راست به پای چپ و پای چپ به پای راست این میشه حرکت تک پا پله بالا رفتن پایین اومدن پریدن همه اینا اول توسط یه پا انجام میشه و بعد پای دیگه به اینا میگن حرکت های تک پا که دوباره میان مستقیما حالا ببرین که روی عضلات کور و هسته مرکزی شما کار میکنن دوباره روی عضلات پا و باسن کار میکنن و تعادل بهتری به شما میدن بنابراین کسایی که مثلا میگم سنشون داره بالا میره و تعادل خیلی بدی دارن مدام زمین میخوان با ورزش و کار کردن روی حرکت های تک باشون بهشون تعادل, بهتری میدیم و باعث میشه که پرفرمنس بهتری هم روزمره داشته باشن و الی تا میریم به ورزشکارای حرفه‌ای میرسیم که چرا باید حرکت سینگل لگشون قوی باشه خب بندن لیفت و سینگل لگ اگه بخوایم مثال بگیم برای بندن لیفت مثالمون میتونه باشه سکوات، دد لیفت و هزاران حرکت دیگه گلوت بریج یا خیلی حرکت های دیگه و حرکت تکبا مثل مثل حرکت های لانج یا حرکت دد لیفت تکبا، سکوات تکبا یا هزاران هزار حرکت دیگه هستش که میتونیم توی تمام برنامه های ورزشی که تو کانال هست ببینید تمام برنامه های ورزشی که من توی کانال گذاشتم به اساس ایناست حالا بعد براتون میگم که چطور باید تنظیمش کنیم بعد از اون میریم حرکت پوش برای مثال مثال سادهش در رو باز میکنیم به سمت جلو یا یه جسم سنگین رو به سمت جلو پوش میدین هل میدین عضلات اصلی که تو حرکت های پوش با... کار میشه عضلات جلوی سینه جلوی بدن عضل سینه هستش یا عضله اگه از دستتون بخوام بگیم عضله پشت بازوتون هست مثل مثلا حرکت شنای سینه مثل مثلا شولدر پرس یا خیلی حرکت هایه. دیگه که حالا باز یه کمی جلوتر بریم بیشتر براتون توضیح میدم بعد از حرکت پوش میرسیم به حرکت پول که دقیقا برعکس حرکت های پوش هستش یعنی روی ازولات پشت شما کار میکنه مثل مثلا حرکت رو مثل مثلا حرکت پول اپ یا مثلا لت پول داون همه اینها میان رو ازولات پشت شما و ازوله جلو بازوتون کار میکنن پس پوش و پول و بعد از اون یه سری حرکت های روتیشن هستن که در واقع بالاتنه شما ترانک میچرخه درسته حرکت چرخشی باید داشته باشه یکی به صورت ناگهانی صدامون میکنه برمیگردیم نگاه کنیم چرخش بالاتنه رو توش داریم میچرخیم یه جسمی رو برداریم نه چرخش بالاتنه رو داریم زمینه اینکه علاوه بر چرخش بالاتنه داریم از روی در واقع مثلا پول یا پوشمون هم کار میکنیم میچرخم یه هول میدم پوش می چرخم خب بالاخره حرکت چرخشی تو روزمره داریم به فراوانی به وفور انجام میدیم بعد از این که این پنج تا حرکت رو شناختیم حالا میخوایم بیان یه برنامه ورزشی خوب رو داشته باشیم مطمئن باشیم که توی برنامه ورزشتون حتما بندن لیفت سینگل لیت، پوش پول روتیشن رو دارید علاوه بر اون باید هوازی هم داشته باشین علاوه بر هوازی بیان روی عضلات شکمتون و هر کور و هسته مرکزی هم کار کنیم. حرکت های عضلات شکم، کور و هسته مرکزی به وفور توی کانالمون هست میتونید ببینید. اما اگر توی خونه میخواین انجام بدین خب باز حرکت های حوازی زیادی هم داریم اگر میخواین توی باشگاه انجام بدین یه سری ماشین ها هست مثل الپتیکال مثل مثلا دستگاه رور ماشین مثل ترد میل که اینا هم هستن برنامه ورزشتون اگر یک ساعت هست چجوری شروع میکنید اگر یک ساعت هستین اینجوری هستین که مثلا میگم با ده دقیقه پنج تا ده دقیقه هوازی شروع میکنی البته بعد از گرم کردن بدن بدن رو خیلی سریع چند دقیقه چهار پنج دقیقه گرم میکنی میرید روی دستگاهی که میخواین برنامه در واقع هوازیتون رو داشته باشی یا اگر نه توی خونه چند تا حرکت هوازی انجام نمونه هاش توی کانال زیاد هست بعد از اینکه 5 تا 10 دقیقه هوازی هم انجام دادیم میایم برنامه اصلیتون رو انجام میدیم اگر که تایمتون تو هفته زیاد هست که این برنامه ها رو به صورت مجزا انجام بدیم مثلا یک روز حرکت های سینگل لک، یک روز حرکت های بندن لیفت یه روز مثلا پول یک روز پوش یک روز حرکت های مربوط به شکم و روتیشن و حرکت های مخصوص تقویت عضلات کور مجزا انجام میدید اگر نه توی یه برنامه ورزشی مثلا دو یا سه بار در هفته میخواین ورزش کنید باید تمام این حرکت ها رو از هر از هر کدوم یک یا دو تا داشته باشین خب اینا رو میرید ورزشتون که برنامهتون تموم شد مثلا میگم یک ساعت پنج دقیقه تا ده دقیقه آخر رو هم دوباره حوازی میرید اما این بار شدت حوازتون کمتر از شدت اولیه باشه چون میخوایم بدن رو در واقع سرد کنین که آماده کشش کنید حتما حتما اون ناحیه از بدن رو که روش کار کردین بعد کشش بدین اگه کل بدن بوده یه کشش کل بدن و اگه مثلا پایین تنه بوده روی پا و باستن، اگر بالا تنه بوده ناحیه سینه شونه حالا هر جایی که بیشتر روش کار شده پس ورزش با گرم کردن 5 دقیقه 10 دقیقه هوازی دقیق ورزش برنامه اصلیتون و 5 دقیقه 10 دقیقه هوازی دقیق که شدتش نسبت به اولیه کمتره برای اینکه می‌خواید بدنتون رو سرد کنیم و بعد کشش حالا این برای یه ساعته اگر بیشتر تایم دارین یه ساعت تونیم دو ساعت این, این زمان رو میتونین برای همش اضافه تر کنید یادتون باشه که برنامه ورزشی خوب خیلی مهمه اما در کنار اون تغذیه و استراحت هم به همون اندازه مهم هست که بتونه شما رو به هدف اصلیتون برسونه. افراد با هدف های مختلفی ورزش میکنن. یکی برای سلامتی، یکی برای مثلا میگن پرفرمنس خیلی بهتر و بیشتر توی تیمی ورزشی که هستش، یکی برای حجم گرفتن. اول باید ببینید شما توی کدوم گروه هستید تا حالا بتونید برنامه ورزشیتون رو درست انتخاب کنید. یکی هستش به نام جنرال ماسل فیتنس یعنی برای کسایی که میخوان یه سطح متعادل و طبیعی از سلامتی رو داشته باشن برای افرادی که مثلا سن بالاتری دارن یا مریض هستن برای این افراد ما معمولا به ها... یا کسی که تازه ورزش رو میخواد شروع کنه بین یک تا دو سه حرکت ها رو انجام میدیم تکرار حرکت ها بین 8 تا 15 بار هستش استراحت بین ست ها بین 30 سانیه تا 90 سانیه باید باشه میتونن فقط با وزن بدن ورزش کنن یعنی با وزن طبیعی بدن حرکت هایی که ورز وزن نمیخواد یا بر اساس شرایط بدنی و شرایط اون فرد حالا میتونیم وزنه هایی رو یه با دستگاه های مختلف هم ورزش کنیم اما بعد از اون اندیورنس داریم یعنی کسایی که برای بالا بردن استقامتشون میخواد یه فرد باشه که مثلا خیلی زود خسته میشه یا یه کسی باشه توی تیم ورزشی کار میکنه و بعد ساعت ها بدوی اینا باید هر دو استقامت بدنشون بره بالا برای این افراد باید بین دو تا سه ست باشه و تکرار حرکت باید بالای دوازده بار باشه مثلا دوازده 15، شون هیچده بیست و استراحت بین ست ها باید 30 ثانیه یا کمتر از 30 ثانیه باشه اما اگر بخواید با وزنه کار کنیم و وزنه رو چطور باید انتخاب کنید ببینید یه مطلبی رو یه نکته رو شما باید بدونید یه چیزی به نام 1RM 1RM یعنی سنگین ترین وزنه ای که هر فردی فقط برای یک بار میتونه بلند کنه مثلا میگم اگر من میخوام اسکوات برم سنگین ترین ای که میتونم بزنم مثلا 30 کیلوگرمه خب پس وان آرم من که فقط یک بار بتونم وزنه رو بشینم و پاشم بر حرکت اسکوات حالا وزنه ای که اگر هدف من استقامت باشه بخوام انتخاب کنم باید چطور انتخاب کنم باید 60 باید 60 تا 70 درصد 30 کیلوگرم باشه که میتونید حساب کنید ببینید چقدر میشه یعنی اگر 50 درصد 30 کیلو بشه مثلا باشه 15 کیلوگرم مثلا من باید برم 6 تا 70 درصد مثلا 18 20 به این صورت درسته پس این میشه برای کسایی که استقامتی کار میکنن حالا اگر کسی بخواد بیاد حجم بگیره بدنش اینا وزنشون رو به چه صورت انتخاب میکنن از اون وان RM سنگین ترین وزنی که شما یک بار فقط میتونید بلند کنید میان 70 تا 80 درصد اون رو انتخاب میکنن مثلا اگه سی کیلوگرم گرمه 23 24 کیلو مثلا و بعد اون وقت حرکت رو میاد برای 3 تا 6 ست میرن تکرارش باید 6 تا 12 بار باشه هر ست از 6 شروع میکنن اگه سایت رو کم 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 اضافه میکنی استراحت بین ست هاشون هم باید 30 ثانیه تا 90 ثانیه باشه بعد از کسایی که میخوان حالا حجم بگیرن کسایی که فقط میخوان روی در واقع توانشون کار کنن قدرت بدنیشون رو بالا ببرن که اینا میان بین 80 تا 90 درصد رو انتخاب میکنن و ست هاشون میاد میشه بین 2 تا 6 ست و تکرار حرکت هاشون میشه بین 2 تا 6 بار میاد پایین تر همینطور استراحتشون باید بین میره بین ست ها 2 تا 5 دقیقه این افراد دیگه لزومن به حجم میگیرن و نه... نه, مثل کسی که روی برنامه حجم گیری کار میکنه ولی روز به روز قوی تر میشن بعد از اون دیگه میرن روی پاور لیفتر که اینجا قدرت و سرعت با هم دیگه کار میکنه که یه مسئله یه دیگه هست که اونا وزنه ای رو که بر اساس 1RM انتخاب میکنن میشه بالای 90 درصد به این صورت شما تقریبا میتونید بدونین که مثلا حرکت اگر میخواین با وزنه کار کنین وزنتون رو چطور انتخاب کنین اگر امکان این واسه تون نیستش که وان rm رو مشخص کنیم برای خودتون که مثلا برای هر حرکتی من سنگین نیست که میتونم یک بار فقط بلند کنم یا انجام بدم چقدر یه طور دیگه, هم میتونین انتخاب کنیم مثلا برنامه من هایپرتروفی است برای حجم گیری میخوام بین 3 تا 6 ست 3 تا 6 6 تا 12 بار حرکت برم نمیدونم وان آرمم چقدره مثلا میخوام حرکت سکوت برم اگر من مثلا حرکت رو چهار ست انجام بدم از ست اول تا چهارم حرکت رو خیلی راحت انجام میدم به این معناست که من خیلی وزنمو سبک انتخاب کردم اگر ست اول و دوم خیلی خسته بشم این یعنی اینکه من وزنم رو سنگین انتخاب کردم اما ست اول و دوم رو انجام بدم راحت نیستم و میتونم تحملش کنم به ست سوم که میرسم خسته میشم ست چهارم دیگه واقعا با مثلا میگم از ده باری که میخوام حرکت برم تا پنج میرم وزنه رو دوشم استراحت میکنم دوباره یه دونه یه دونه این به این معنی که وزنه رو درست انتخاب کنم به ست های آخر که میرسیم دیگه واقعا خستتون میکنه به این صورت هم میتونین تشخیص بدین که وزنتون رو چطور انتخاب کنید خب این یه سری اطلاعات کلی برای اینکه بتونه بهتون کمک کنه که بتونید یه برنامه ورزشی خوب داشته باشین. خیلی اطلاعات زیاد هستش، خیلی مطالب و مفاهیم هست که باید بدونی اما در حوصله یه یک ویدیو نیست و اصلا شاید لزومی هم نباشه که بخوایم بدونی فقط با توجه به اینکه بدونی توی برنامه ورزشتون حتما حتما باید رو چه عضلاتی کار کنی چه حرکت هایی رو داشته باشون پنج حرکت اصلی و بعد اینکه بیام بدونی اگر یک ساعت میخواین هرک... ورزش کنین با حوازی شروع کنین بعد برنامه اصلیتون با هوازی تموم کنین گرم کردن و سرد کردن اول و آخر ورزش یادتون نره و اگه زمانتون از یک ساعت بیشتر از این زمان ها رو میتونید کمی بیشتر کنید اگر تایم دارین که تو طول هفته مثلا 5 تا 6 بار

ورزش ها رو مجزا انجام بدین ورزش های پا مثلا پوش پول ولی اگه دو روز تا سه روز در هفته هستش روی کل بدن تو برنامه ورزشیتون باید کار کنین بعد بر اساس اون نکته که آخر ویدیو گفتم در واقع اینکه هدفتون از ورزش کردن چه هستش اگر استقامتی اگر حجم گیری بیان وزنه درست رو انتخاب کنین و بدونین چند ست برین بین ست ها چه مقداری استراحت کنیم همه اینا بهتون کمک میکنه که بتونید یه برنامه ورزشی خوب رو برای خودتون تهیه کنید اگر سوالی پیش نهادی انتقادی دارین حتما حتما به ما بگید خوشحال میشیم که بدونیم نظراتتون رو مرسی مثل همیشه که توی این ویدیو همراه من بودید دوستتون دارم و توی ویدیو بعدی منتظرتونم